شاجیه یا برقیه؟ برقیه. بچه ها این تصویر دارین لطفا به من اطلاع بدید تو واتساپ. زمشون چه نگاهی تو زمشون اینجا؟ نه خب بیان تا خیلی محشد کجاست؟ بسیار خوب. بچه شروع میکنیم. امروز هم متاسفانه نشده فعلا مشکل دیتا شاید باشه که بندازیم تصویر رو. شما فایل داریم، من فایل پی دی اف رو براتون فرستادم. کلاسمون هم تا ساعت 12 ادامه میدیم که یک ساعت کلاسمون امروز داشته باشیم، چون که بعدش کلاس که ندارید. خب من اگه اشتباه نکنم ما باید صفحه 5 رو تمریناشو که شما برام حل کردین من دوباره حل کنم که شما حل درستتون رو ببینید و با این چک کنید. بچه من حل میکنم و هر جا مشکلی بود شما به من تو واتساپ پیام بدین تا اینکه با هم پیش بریم. فعلا من از رو لپتاپ فایل دارم میبینم به خاطر اینکه میخوام این فایل پیش بریم با شما. شما هم فایل اونجا باز کنید، نیازی هم نیستش که چیزی بنویسی. من از روی تخته برای شما بعد از اینکه نوشتم هر تمرین رو حل کردم یا دو تا تمرین رو تخته که جا بشه عکس میگیرم و میفرستم، پس نیازی نیستش که شما بنویسی. تمرین اول صفحه 5 داره به ما میگه که دو نقطه مثل آ و بی به فاصله 3 سانتی متر از هم قرار دارن. یعنی اگر این پاره خطمون باشه که مثلا این دو نقطه به فاصله 3 سانتی متر از هم قرار دارن، خب نقاط رو بیابید که فاصله اشان از آ 2 و از بی 2.5 باشه. خب اگه این 3 باشه بچه مهمه که فاصله بین دو نقطه یعنی طول پاره خط شما در اطلاع خودش چقدر باشه. برای همینه که این 3 تا تمرینی که زیر هم دیگه میبینید حالا توی قسمت بعدی فاصله اینو میگیره ثابت، بعد فاصله که از A میخواد بزنه یا از B میخواد بزنه رو عوض میکنه. خودتون دیدین حالا متوجه میشین من چی میگم. اما توی این تمرین میخوام فاصله نقاط رو پیدا کنم که فاصله شون از A باشد 2، از B باشد 2.5. متوجه به این که این 3 هستش، حالا چون من رو تخته هستم پرگاری ندارم و خط کشی ندارم، برای خودم مثلا میام به سه قسمت تقسیمش میکنم که فرض کنم مثلا یک سانت باشه. تو میخوام تقریبی درست در بیاد. اگر من میخوام از آ به فاصله 2 سانتی متر بزنم، دهانه پرگارم رو باید به اندازه 2 باز کنم، سوزن پرگار رو بذارم روی A و کمانم رو بزنم. وقتی با اون پرگار و مرکز A کمان میزنیم به این شکل میخوره. گفته از نقطه B به فاصله 2.5 باشه، یعنی اگر این 2 باشه یه ذره بیشترش، نصف اون مایل سوم هم که بگیریم میذاریم دهانه پرگار، پس این دفعه به اندازه 2.5 باز میکنیم، سوزنش رو میذاریم روی B و کمانش رو میزنیم. کمانش تقریبا اینجا میفته به این شکل میشه. حالا باید اینا رو در حد دایرهش میتونید کامل بزنید، توی کمان رو در حد بزنید که مهم اینه که این دوتا همدیگر رو قطع کنن.
در نقاطی که قهر میکنن یکیش این هست مثلا یکیش اینه که الان چون من خب خطا داره دستم اینا با هم فرق میکنن وگرنه الان نقاطی که اون مد نظرشه یکیش اینه یکیش این نقطه است مثلا اگر بذارم نقطه سی فرض کنید این رو بذارم نقطه دی نقطه سی و دی میشن جواب من حالا حتما من از شما توضیح فارسی هم میخوام یعنی ازتون میخوام که برای من توضیح بدید که چه کار کردید چی میگین شما؟ میگین پاره خطی رو به اندازه 3 سانتی متر رسم کنید اینا رو میخوام که بنویسید میگین پاره خطی به اندازه 3 سانتی متر رسم کرده و نقاط ابتدا و انتها را A و B مینامیم خب بعد میگیم چی؟ میگیم دهانه پرگار را یک بار به اندازه 2.5 باز کرده و به مرکز A کمانی میزنیم بار دیگر دهانه پرگار را به اندازه 2 حالا این اگه اونا سانتی متر بودن باید سانتی متر باشه 2 سانتی متر این هم 2 سانتی متر باز کرده و به مرکز این دفعه چی؟ B کمانی میزنیم محل برخورد این دو کمان نقاط مورد نظر می باشند به نقاطش بودن سی ردی پس جواب این مسئله دوتا میشه دوتا نقطه داره بسیم چند تا نقطه با میگیم؟ دو نقطه اون دو نقطه به این شکل پس شرحش رو من از شما کامل میخوام اگر سوال دارین بپرسین من یه عکس بگیرم از تخته برای شما بفرستم که پاکش کنم اینو سوالی نیست اگر باز هم به مشکل برخورد کردیم بپرسیم من پاک کنم و برای شما تصویرشو فرستادم میتونیم بنویسیم بریم سراغ تمرین بعدی اینا شما هر کرده بودید حالا اشتباه و درستتون رو از روش متوجه میشید تمرین بعدی میگفته که توضیح بدین که چگونه میتوان مثلثی به طول اعضای 4, 5 و 6 پس من میخوام مثلثی به طول 4 و 5 و 6 رسم کنم بهتر اینه که بیاین همیشه اون زد بزرگی رو بگیری به عنوان اون پاره خطی که میخواین ابتدا بکشینش پس بیاین میگین که ابتدا پاره خطی در اندازه 6 واحد حالی واحدتون سانتی متره یا هر چیزی که هست رسم میکنیم دیگه من توضیحاتشو نگم از اینجا بعد خودتون بنویسین چون کاملا آشنا شدید با اون شیوهی که من از شما میخوام میگه پاره خطی به اندازه 6 واحد باز روی کمک خطکش روی صفحه رسم میکنیم نقطه ابتدای انتهاش رو A و B میداریم حالا شما میکنیم دهانه پرگار رو به اندازه 5 چون میخوام یه زرش 5 باشه یه زرش 4 به اندازه 5 واحد باز کرده سوزن پرگار رو میذاریم روی A یا B فرقی نمی کنه بچه ها اینجا چون میخواد مثلث رسم کنه اینکه اون زر بزرگی اون طرف میفته یا این طرف فرقی نداره پس به اندازه 5 باز میکنم سوزن رو میذارم روی A و کمانم رو میزنم که حالا تقریبا اینجوری میشه یک بار دیگه
دهانه پروار رو به اندازه 4 واحد باز میکنم، میذارم روی نقطه B و کمانم رو میزنم که تقریبا کجا میشه؟ تقریبا اینجا میشه. حالا اگر اینها هم دیگه رو قطع کنن که میکنن در این با این سوال که این داده قطع میکنن، یعنی در واقع همچون مثلث رو میشه رسمش کرد. چرا؟ گفتیم باید چه اتفاقی بیفته؟ باید جمع دوتای ضلع این مثلث از اون یکی بزرگتر باشه، از اون که از همشون بزرگتره، یعنی 4 به اضافه 5 که میشه 9 از 6 بیشتره، پس همچون مثلث رو میشه رسمش کرد. حالا اگر از این دو نقطه ببینید شما یه مثلث ازتون میخواد، یکیشو بکشید، میتونی از این به این وصل کنی و این، یا اینکه این کار انجام بدی، یک دونش کافیه. اگه گفته بود چند تا مثلث میشه رسم کرد، شما دو تاشو رسم کنید بهش میگین دو تا. ولی وقتی میگه یه مثلث رسم کنی شما هم یکی انجام میدی. خب بعد چون این یکی کمالتون رو به اندازه 5 زده بودین، این ضلعش 5. حالا اگه دوست دارید مثلا بزنیم 30. و چون 4 از اینجا زده شد، دهانه پرگار به 4 باز شد، روی این سوزن گذاشتین، این 4 تشکیل میده. یعنی مثلثی که از شما میخواست در واقع الان مثلث، اگه الان بتونیم درست رسمش کنیم، کم پررنگش کنیم، مثلث مورد نظر سال این ABCه. پس مثلث ABC میشه جواب ما. خب تمرین بعدی، من یه عکس دیگه از این بفرستم، توضیحات فارسیش رو لطفا خودتون بنویسید. از هم قرار داشته باشن، یعنی من این پاره خط رو دارم 4 سانتی متر، چند نقطه وجود دارد که فاصلش از نقطه A برابر 5 و از نقطه B برابر 3 باشد، 3 سانتی متر باشد. خب چی کار میکنم؟ باید بیام دهانه پرگار یه بار به اندازه 5 واحد باز کنم، بذارم روی یکی از این دوتا کمان بزنم، یک بار به اندازه 3 واحد 3 سانتی متر باز کنم، بذارم روی اون یکی دیگه نقطه و بزنم. چون این 5 هستش، خب اگر شما 5 این 4 هستش طولتون، اگه 5 باز کنید و بذارید مثلا نقطه A کمان بزنید، مسلماً خود این رو قطع نمی‌کنه، ولی یه دایره‌ای به این شکل میشه، درسته؟ یعنی یه ذره اونورتر میفته. خب این من پس 5 باز کردم، گذاشتم روی A و کمانم رو زدم، میتونی دایره کاملش رو رسم کن. حالا گفته اون یکی 3 باشه، پس دهانه پرگار رو اندازه 3 باز میکنیم، میزنیم روی B این رفته، کمان میزنیم، چون 3 از این 4 کمتر هست، قطعا روی یکی از این نقطه های خود این خط قطعش میکنه، طبعا اینجا میفته. و بعد نقاط شما نقاط برخورد این دوتا هستند. حالا اگه اینا رو هم وصل کنیم، یعنی اگر من بیام A رو به B وصل کنم، ببخشید A رو به این نقطه که اسمش مثلا بذارم C وصل کنم، ها مثلث نخواسته، اینجا که مثلث نخواسته احتیاجی به رسمش بچه نیست. ببینید وقتی از شما مثلث میخواد همین کار رو میکنید که میگه نقطه پیدا کنید، اما تعداد نقطه ها اینجا مهمه، چند تا نقطه؟
دو تا نقطه، یه نقطه اینجا، یه نقطه هم اینجا، یه نقطه سی و دی. اگه رسم کنید حالا تو نقطه چی رسمش کنید که بدونید این الان فاصله این نقطه تا ای چقدر هست؟ اون یه پنج زدیم، پس پنج. از دی تا ای چقدره؟ اینم پنج. پس این دو نقطه از ای پنج، از بی چقدر؟ چقدر زده بودی؟ سه بود، درسته؟ سه. پس این هم سه و سه. یعنی دو تا جواب داره این سوال شما. دو نقطه میگی جوابش میشه دو نقطه. چند نقطه؟ دو نقطه. و توضیح کامل فارسی هم براش میدیم. پس جواب الفمون میشه دو نقطه. حالا قسمت ب. دوره هم پاره خطه رو گفته به اندازه همون فرض کنیم چهار سانتیمتری که داره میگه و این دفعه گفته که چند نقطه وجود داره که هم از بچه این دوباره چهاره اما میگه از نقطه A و B هر کدومش دو تا فاصله داشته باشه، یعنی دو واحد یا دو سانتیمتر. پس من باید دوانه پرگار به اندازه دو باز کنم بذارم روی A کمان بزنم. دیگه دوانه پرگار نیازی نیستش که تغییر بدم به خاطر اینکه فاصله یه نقطه مورد نظر تا A و B یکسانه، همون دو رو خواسته. اگر دو بزنم و بزنم چون این چهاره تو نصف قطعش میکنه، درسته؟ پس تقریبا اینجا میفته همون دهان، همون دهانه دو رو اگه بذارم روی B و کمانم رو بزنم میبینم که به این شکل اتفاق میفته و حالا این مماسه کمی بالاتر اینطوری. توی بچه ها یک نقطه این دو هم دیگه رو قطع میکنن چون اون دوتا دایره ای که شما به مرکز A و B و شاع دو میزنید بر هم مماس میشن، این اتفاق میفته. میبینید این دوتا دایره توی یک نقطه مماس میشن، بیشتر از یک نقطه هم دیگه رو قطع نمیکنن. این یه ذره دقیق تر که قطعش کنه به این شکله، شما با پرگار خطش دقیق رسمش میکنید. پس جواب قسمت ب در واقع میشه چقدر؟ میشه یک نقطه. علتش چیه؟ میگی چون در این حالت دو کمان یا دو دایره برهم یا آره برهم مماس میشوند. مماس هم یعنی ارتباط یا قطع در یک نقطه فقط. حالا قسمت بعدی قسمت پ میگه چهار باشه دوباره فاصله بین A تا B، فاصله A تا B چهار باشه، چند نقطه وجود داره که فاصلهش از نقطه A یک باشه، این دفعه از B دو. پس برای پ پاره خط هم همون چهار باشه A و B. خب این دفعه از نقطه A برابر با یک، یعنی اگر اینو مثلا چون من خطکش ندارم به چهار قسمت، چون چهار واحده چهار قسمت تقسیمش کنم، اگر یک من یک واحد خودم بزنم از نقطه A اینجا میفته کمانش به این شکل میشه. بعد نقطه از نقطه B دو، دو واحد بزنید، پس باید به اندازه دو واحد باز کنید، سوزن رو بزنید روی بی کمان بزنید. ببینید اینجوری کمان که میزنید اینجا میافته، این دوتا هرگز همدیگر قطع نمی کنن، پس هیچ نقطه‌ای وجود نداره. در واقع این مسئله قسمت پ جواب ندارن. میگه چند نقطه وجود داره، ما هم بهش میگیم هیچ نقطه‌ای با این شرایط وجود ندارد. من عکس بفرستم اگر سوال هست بپرسید.
بچه ها میخوام مبحث رو شما یاد بگیرید، یعنی لطفاً بیانی هم که میخواید برای توضیحات فارسیش بنویسید به بیان خودتون باشه. نیاز نیست این جمله هایی که من میگم یا یکیشون مینویسم همون رو تکرار کنید. هر چی که یاد میگیرید اینطور باعث میشه که ما متوجه بشیم شما چقدر مسئله رو یاد گرفتین و دیگه نیازی هم به حفظ کردن هیچ موضوعی هیچکدوم از مطالب نیستش. خب بریم سراغ درس بعدیمون که نیم ساز. بسیار خب، خواص نیم ساز و چگونگی رسم آن. پس نیم ساز چیه؟ دارین شکلش رو می‌بینید؟ من براتون گفتم نیم ساز یک زاویه نیم خطی است که از رأس زاویه میگذره، زاویه رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. یعنی این اگر زاویه من باشه، نیم ساز اونی هستش که نیم خطیه که میاد این زاویه رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه. حالا اگر دقیق بکشیم ماجیکای اجازه بدم خوبه، یعنی این زاویه با این زاویه برابرند. حالا تمرین اول به شما میگه که ثابت کنید هر نقطه که روی نیم ساز یک زاویه باشد از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است. پس تمرین صورتش رو شما دارید. من کم پررنگ‌تر بکشم اینو. ما اینجا یه زاویه داریم و نیم سازش هم داریم، چون این تو صورت سوال داره حواستون باشه اینجا فرض چیه حکم چیه. فرضش اینه که نقطه روی نیم ساز قرار دارد، یعنی ما هم زاویه رو داریم. حالا زاویه رو اسمش رو بذاریم چی؟ X O Y. هم نیم سازش رسم شده، یعنی اگر این نیم سازش باشه این هم خودش رسم کرده، گفته که این نیم سازه، پذیرفته که این دوتا زاویه با هم برابر هستن و یه نقطه هم روی این براتون قرار داده. مثلا این نقطه رو گذاشته اینجا، مثلا اسمش رو گذاشتیم آ. میگه که اگر بدونیم که این نقطه ما روی این نیم ساز قرار داره، حالا حکم چیه؟ ثابت کن که فاصله این از دو ضلع زاویه به یک اندازه است. فاصله تعریف کردیم در سه اول، فاصله یک نقطه از یک خط اونی هستش که برام خط چی میشه؟ عمود میشه. یعنی من اگر از A عمود کنم بر X، بر OX قاعده بذارم و همچنین حالا میدونید که من خطا دارم به خاطر اینکه رو تخت است. شما با خطکش قطعا چون نیم ساز رو در رو درمیانیم شکلتون دردتر میشه. از A هم عمود کنم بر OY، میگه ثابت کن این دوتا با هم برابر هستند. چجور ثابت کنم؟ از همچنین رو بذارم B این پای عمود رو، این رو بزنم پای عمود رو سی. خب پس فرض چیه؟ فرض اینه که نقطه او روی نیم ساز ایکس او وای، زاویه ایکس او وای قرار دارد. حالا حکمم چیه؟ اینه که ثابت کنم AB مساوی هستش با AC. بگیشه اگر من بیام همنشین دو مثلث رو ثابت کنم و از اجزای متناظرشون نتیجه میشه که AB با AC مساوی هست. چیزهایی هم که از نیم ساز توی فرض آیدن میشه میتونم ازشون استفاده کنم. خب ببینیم چه اتفاقی میفته. چرا نمیذاریم از اون برای کشی بیتر.
این زیر مشترک قبول داری؟ اول زاویه قائمه هستی که چون خودمون عمود کردیم، چون فاصله خواسته بود اما باید عمود میکردیم. پس میتونیم بگیم او آ زیر مشترک یا او آ مساوی با او آ. زیر مشترک. مثلث هم قائم زاویه است، یعنی اینکه زاویه B با زاویه C که مساوی هستند هر دوشون 90 درجه هستند. دیگه چی دارم؟ اینه که گفتم، این هم که گفتم کافیه یا نه اطلاعاتم؟ کافی نیست. دیگه چی دارم؟ این که این نیم سازه، خودش گفته بود که این نیم سازه. خب؟ یعنی اگر اینو مثلا بذاریتش او یک و این هم بذاری او دو، او یک و او دو شما با هم برابر میشن. چرا؟ چون در واقع مثلا اگه اینو بذاری زد او زد چه هستش؟ نیم سازه. این ستا کافی هست بر هم نشتی یا نه؟ یه زاویه در یه مثلث قائم زاویه، یک زاویه حاده و وترش، وتر و یک زاویه تند، به حالت وتر و یک زاویه تند دو مثلث A و B و A و C با هم هم نهش میشن. از اجزای متناظرشون نتیجه میگیریم که از اجزای متناظر الف می نتیجه میگیریم که A B مساوی است با A C، همونی که از ما سوال خواسته بود. یعنی ثابت کردیم که هر نقطه روی نیم سازه هر زاویه از دو ضلع زاویه به یک فاصله است. اگر سوال دارین بپرسین، من عکس بفرستم. بریم تمرین بعدی. تمرین بعدی حالا برعکس میگه، میگه که شما ثابت کنید که هر نقطه در آن یک زاویه که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله هستش مطمئنا روی نیمساز اون زاویه قرار داره. یعنی این دفعه اگر این زاویه من یه نقطه ای رو داشته باشه که طوری قرار گرفته نقطه که از دو ضلع زاویه به یک فاصله است، یعنی اینکه اگر از این نقطه من عمود کنم بر این ضلع زاویه و همچنین عمود کنم بر این ضلع دیگه، بذارم دوباره مثلا اسمشو B و C و میدونم این دفعه ویژگی این نقطه این بود که AB خودش مساوی با ACه، برعکس اون دقیقا این تساوی این دوتا رو من دارم. پس این دفعه فرضم این هستش که فرض و حد جاشون عوض شد، دقت کنید. فرضم اینه که AB مساوی هست با، چون یکی میتونید اون هست AC. حالا حکم چیه؟ این دفعه حکم اینه که شما بدونید این نقطه او رو نیم ساز زاویه قرار داره. یعنی اگر بیایی از او به از A به او وصل کنی امتداد بدی، اونی که از این نقطه میگذره و به مرکز وصل میشه همون نیم سازه. پس من نیم ساز رو خودم رسم میکنم، بلکه میخوام حکمم رو به بیان ریاضی بنویسم لازم دارم که رسمش کنم. ببین من نمیدونم نیم سازه، هنوز ثابت نکردم، فقط میام از A به O وصل میکنم و امتدادش میدم. خب فشار میدیم خط کشش. خب پس من اومدم از A به
او بس کردم امتداد دادم. حالا میخوام ثابت کنم که این خط نیم سازه. برای که این نیم ساز بشه در واقع باید ثابت کنم که اگر این او یک باشد این او دو، حکمم اینه که او یک و او دو هم برابر بشن. اگر این دو تا با هم برابر بشن یعنی این خطی که کشیدیم نیم ساز هستش. پس حکم اینه که این دفعه او یک مساوی با او دو بشه. بسیار. چجوری ثابت کنیم بچه ها؟ آفرین. باز هم از هم نهشتی دو مثلث چاره ای نداریم از هم نهشتی کمک بگیریم. حالا این دفعه چطور این دو مثلث هم نهشت میشن؟ خودش گفته بود AB و AC با هم برابره، تو فرض گفته بود. دیگه چی دارم؟ مثلث قائم الزاویه هم دارم، به خاطر اینکه خودم عمود کردم، گفته بود فاصله دیگه. پس B هم که با C مساوی هست، مساوی هستن با ندرج. دیگه چی دارم؟ نمیدونم آیه کدو برابر هستن. اما این زرزر مشترکشونه او آ در هر دو مثلث مشترکه. پس از اینها آیا میشه نتیجه گرفت هم نهشتی رو؟ ببینیم اون اتفاقهای هم نهشتی میفته یا نه. جالتی شد این قائمه بودن میگه که مثلث شما قائم الزاویه هستش، یه زل و وتر، وتر و یک زل قائمه، درسته؟ بعد مثلث قائم الزاویه کافی هست، وتر و زل قائمه باعث میشه که این دو مثلث هم نهش بشن. این دفعه از اجزای متناظر نتیجه میگیریم که زاویه او یک با زاویه او دو برابر هستش و حکم برقرار میشه. پس مثلث ای او بی هم نهشت میشه با A O C. باز از اجزای متناظر الف میم نتیجه میگیریم این دفعه که زاویه O1 مساوی با زاویه O2، اون چیزی که میخواستیم رو ثابت کردیم. خب مهدیسا جان کدوم توضیح بدم؟ قبلی رو؟ من از این یه عکس بگیرم. ظاهره سوال مهدیسا توی قبلی هستش. توی شکل قبلی حالا این رو چون که عکس گرفتم من فرضیات حکمش رو تغییر میدم چون شکلش یکی بود بچه ها. فقط تنها تفاوتشون اینه که جای فرض و حکم توی این دوتا متفاوته. من توی اون تمرین قبلی این رو داشتم که میدونم این نیم سازه، میدونم این نیم ساز خودش کشیده بود، روی این نیم ساز یه نقطه ای رو هم مشخص کرده بود. بعد گفته بودش که حالا که این نیم سازه یعنی میدونی که زاویه او یک با او دو تو برابر هستش، بر من ثابت کن که فاصله نقطه ای از ضلع او ایکس یعنی اونی که برش عمود میشه، وقتی عمود کنی این ای بی که ایجاد میشه با اونی که بر او بای عمود میکنی این فاصله برابره. پس اونجا حکم تساوی این دوتا رو ثابت کردن بودش. خب همه اشی دو مثلث رو ثابت کردیم. اونجا ما خودمون داشتیم که او یک مساوی با او دو، به خاطر که گفته بود این نیم سازه. پس این دوتا زاویه با هم برابر. این زر هم مشترک بود در این دو مثلث، یعنی او آ هم تو هر دو مشترک بود. اینا رو کامل نوشتم. دیگه چی داشتیم؟ چشتی بچه ها؟ برابری اینو داشتیم، قائم بودن اینو داشتیم، زر مشتری همین کافی بود. چون این زاویه قائمه هسته، زاویه بی و سی قائمه هست، میتونیم از خب از اون حالت های هم نهشتی مثلث قائم الزاویه استفاده کنیم. مثلث قائم الزاویه در دو حالت هم نهشت میشدن، یکی این که بتر با و یک زر قائمه با هم برابر باشه، یا بتر و یک زاویه تون از اون مثلث با هم برابر بشن. حالا تو این حالت کدوم اتفاق افتاد؟ بتر، چون این زل مشترک بتر بود، بتر این دو مثلث بود، بتر و یک زاویه تندش. خب
این حالت پیش اومد. به این حالت این دوتا مثلث هم نهشت شدند و وقتی هم نهشت شدند ما میدونیم دو مثلث که هم نهشت بشه تمام زاویه های دیگه و همه ذیل های دیگه هم که باقی میمونه تو این حال نبودش با هم طبق اعضای متناظر بشه بگیم با هم برابر میشه، چون دوتا مثلث تو هم نهشت یعنی کپی هم کاملا میفتن روی هم دیگه. پس از اعضای متناظر این نتیجه گرفتیم که AB که ضلع مثلث بالا هست با AC که ضلع مثلث پایین هستش هم با هم برابرن، که حکمش این بود که این دو فاصله با هم یکسان باشن. اینجا دقیقا برعکسش کار میکنه. متوجه شدی؟ تا سوالتون رو میپرسیم گوشی از این هنگ در میاد. من نتیجهی که از این دوتا تمرین گرفته میشه که مهمه بچه این نکته هایی که اینجا گرفته میشه رو ازتون خواهش میکنم که حالا یا هایلایت کنید یا اینکه به صورت خلاصه نویسی بنویسید. اگه نکات رو بیاین تو خلاصه نویسی هاتون، حالا بعدا راجع به خلاصه نویسی یادم بدازیم براتون توضیح بدم که به چه شکل کار کنیم. خلاصه نویسی خیلی مهمه، خیلی تو هندسه ریاضی کلا مهمه، هندسه هم مهمه، که مثلا شما نکته‌ای که از این دو تمرین گرفته میشه من براتون اینجا گفتم، ولی میتونید هایلایتش کنید. ولی وقتی خلاصه نویسی می‌کنید شما میتونید تو دو سه تا برگ مثلا فرض کنید یه فصل رو یا حتی توی یک برگ خلاصه‌شو داشته باشید، خیلی بعداً به کارتون میاد. نکته‌ای که از این می‌گیرید اینه که هر نقطه‌ای که روی نیمساز یک زاویه قرار داشته باشد از دو سر آن زاویه به یک فاصله است و برعکس. برعکسش چیه؟ و هر نقطه‌ای که از دو سر یک زاویه به یک فاصله باشد روی نیمساز قرار دارد. یعنی یه رفت و برگشته که حالا ما اینجا اینا رو بعداً می‌خونیم. حالا روش رسم نیمساز میخواییم ببینیم چطور میتونیم نیمساز یک زاویه رو رسم کنیم. مهمه بچه ها این ترسیم ها با توضیحات فارسیشون کاملا مهم هستن. روش رسم نیمساز ببینید، تو امتحان به شما میگه که روش رسم نیمساز را توضیح دهید و بکشید. هیچی دیگه بتون نمیده. یعنی الان اینه که من برای شما تو جزوه کشیدم و گام به گام هر کدومش رو جلو رفتم، هر مرحله هستش که شما تو امتحان بنویسید، توضیح بدید و انجام بدید. نیازی نیست که تو امتحان مراحل رو مثل من گام به گام به جلو توی جزوه، چون جزوه تهیه شده هستش برای این کار کردیم، یک جا همه رو یه باره نکشتم که شما ببینید چه اتفاقی میافته. اما شما یه شکل به من میدین تو امتحان. ولی با گام های جزوه پیش میریم. میگه ابتدا یک زاویه داریم دیگه، چون میخواییم نیمسازش رو بکشیم. پس ابتدا یک زاویه به هر اندازه که خواستی دلخواه رسم میکنیم. اسمش رو مثلا میذاریم X و Y. حتی اسمش هم هرچی دوست داشتی میذاریم. حالا وقتی میگه روش رسم نیمساز یعنی روش دقیق رسم نیمساز، پس برای ما مهمه که نیمسازمون چقدر دقیق رسم بشه. چی در اختیار داریم؟ ما فقط یه دونه خطکش داریم، یه دونه پرگار. یعنی به هیچ عنوان نقاله نداریم که بیایم بذاریم این زاویه رو اندازه بگیریم بعد نصفش کنیم و بعد با خطکش بکشیم. یعنی وقتی به شما این ترسیم ها رو ازتون میخواد با حداقل ابزارها خطکش و پرگار فقط. خب دهانه پرگار رو کمی باز میکنیم، به مرکز او کمانی میزنیم تا نیم خط های اویس و اوبای در نقطه آوبی قطع کنه. پس شما این نقطه او رو داریم. ابتدا دهانه پرگار رو خوب دقت کنید، هر چقدر که دلتون میخواد باز کنید مهم نیست، اما اینقدر نباشه که از این زاویاتون از این زلها بیشتر باشه که دیگه رسمش میکنید رو قطع نکنید.
اندازه باشه که هر جا میزنی اینا رو قطع کنه. پس مثلا اینقدر باز کردم سوزنشو میزنم رو نقطه او و کمانم رو میزنم. دیدین؟ کمانم رو زدم به این شکل، در دو نقطه قطع میکنه. اسم این نقاط رو میذارم A و B. خب حالا گام بعدی اینه که دهانه پرگارتون رو به اندازه فاصله A تا B، ببین این فاصله A تا B با خطکش یک طولی داره دیگه، حالا اصلا نیازی نیست خطکش بذاری اندازه گیری کنی، همون پرگارت رو بذاری روی این، دهانهاش رو به اندازه این تنظیم میکنی، باز و بسته میکنی که اینقدر بشه. خب پس یه چکار میکنی؟ گام دوم، دهانه پرگار رو به اندازه بیش از نصف طول A B، یعنی این رو اندازه گیری میکنی. حالا میتونی اینو بیاد بذاریش مثلا اون خطکش ببینی چقدره. خب یه ذره کمترش کنی، یعنی از نصفش بیشتر باشه. پس این هر چقدر که هست اندازه گیری میکنی، یه ذره کوچیکترش میکنی از نصفش بیشتر باشه. میام از نقطه A دست من رو ببینید کمان میزنم، همون رو تغییر نمیدم، همون با همون شو این دفعه رو نقطه B میذارم و کمان میزنم. پس به اندازه کمی بیشتر از نصف فاصله A تا B دهان پرگار رو باز میکنم، کمی بیشتر از نصف میذارم روی A کمان میزنم، با همون شو این دفعه روی B کمان میزنم. ببینید چه اتفاقی میفته اینجور که کمان زدم، من مثلا از اینجور که زدم از این طرف میشه به این شکل تقریبا میشه، اینجور که میزنم از این میشه. حالا شما دقیق تر رسم کنید قطعا با خطکش و پرگار. خب با یه شعا زدم ولی رو دو تا مرکز متفاوت، حتما این دو کمان ها حتما هم دیگه رو قطع میکنن توی یه نقطه. اسم نقطه رو گذاشتیم درم، هر چی دوست دارین شما میتونید بذاریم، ما گذاشتیم درم. حالا میگه چی؟ میگه که اگر از این درم رو بس کنید به او امتدادش بدی، این نیم خط شما نیم ساز زاویه ایکس و وای هست. چرا؟ به من بگید چرا؟ چرا این نیم سازه با این کاری که ما کردیم؟ توی رسم توضیح میدین نمیدین چرا، دلیلش رو توضیح میدین و میگین به این دلیل این نیم ساز هستش. حالا فکر کنید به من توضیح بدم. بچه جزوه اون فایل جدیدی هست، آخرین فایلی که واسه تون فرستادم، هر دفعه اضافه میشه به آخرش. الان آخرین جزوه جدیدتونه که اگه نگاه کنید میبینید آخرین جزوه پی دی اف که براتون فرستادم همون هست، فلفل همون داره پیش میره. خب به چه دلیل این نیم سازه؟ یعنی به چه دلیل مطمئن هستیم که زاویه او یک در واقع با زاویه او دو، اگه این او یک و او دو بذاریم با هم برابر هستن؟ چرا؟ خب امیدوارم که میشه خودتون درست فکر کرده باشید و نتیجه گرفته باشید. بچه ها من اگر بیام اینو اتصال بدم از W به A اتصال بدم، از B هم به W یا از W هم به B اتصال بدم، خب آیا این دوتا طول AW و BW با هم برابر هستند یا نیستند؟ این دوتا با هم برابر. چرا؟ به دلیل اینکه من وقت دهانه پرگار رو به اندازه کمی بیشتر از نصف این باز کردم و گذاشتم اینجا زدم کمانم رو، همون رو دوباره گذاشتم اینجا زدم، یعنی این دوتا دایره که از اینها ایجاد میشند که این AW شعای یکیشونه و BW هم شعای اون دیگری هستش، دوتا دایره ها به یک شعا هستن، شعا تغییر نکردن، دهانه پرگار تغییر ندادن، این دوتا شعاهای اون دوتا دایره هستن که با هم برابرن، پس این دوتا طول با هم برابرن. خب یعنی در واقع AW مساوی هستش با BW به چه دلیل؟ شعاهای برابر دوتا دایره هستن، دوتا دایره شعاهاشون یکسانه، مرکز شو فهم کنه شعاهاشون یکسانه، اینا هم شعاهای دایره هستن دیگه. چی؟ آیا قبول دارید که OA با OB برابره؟ چرا برابرن این دوتا؟ چون من اولا دهانه پرگار یه اندازه باز کردم
گذاشتم رو بی کمان زدم. می‌بینی؟ کمان زدم. اگه این ادامهش بدی این در واقع این A O و B O شاه‌های یک دایره هستن. پس با هم برابرن. اینا چی هستن؟ بازم شاه‌های یک دایره هستن هر دو. اینا شاه‌های دو تا دایره بودن ولی با هم برابر بودن. این دو شاه‌های یک دایره هستن. این هم که ضرب مشترکه. تو اون دو مثلث. خب وقتی این ضرب مشترک باشه اونا هم که با هم برابر بودن، یعنی مثلث A O W U و B O W U با هم همنهشتن به حالت سه ضرب. و وقتی همنهشت میشن پس اجزای متناظرشون بیه که زاویه O1 هم با زاویه O2 برابر میشه. یعنی اینجا ما میگیم که به حالت برابری زل 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 یا سزل مثلث A O W هم نهشته با B O W و از اجزای متناظرشون نتیجه میگیریم که زاویه O1 و زاویه O2 برابره. و وقتی این دو تا زاویه با هم برابر بشند یعنی نیم خط OW در واقع چه هستش؟ نیم سازه. یعنی اونی که ما رسم کردیم واقعا نیم سازه. نیم سازه زاویه XOY هست. قبوله؟ اگر سوال دارید بپرسید توی این. بچه‌ها این مهمه و توضیحاتش هم مهمه. ما دقیق از شما توضیحات رو تو امتحان می‌خوایم به شکل دقیق. خب اگر سوال دارید همین الان تا پاکش نکردم بپرسید. تا بریم مطلب بعدی. سوال نیست بچه؟ این دلیل اون چرایی هستش که تو سوال ازتون پرسیده. خب و اون توضیحاتش هم که تو جزء کامل هست. خب من یک بار دیگه روش نیم ساز رو توضیح میدم. برای مرش به من دقت کنید، ما در ابتدا فقط یک دونه اصلا یک باری برای این پایین میکشمش. در ابتدا یک زاویه x و y داشتیم، درسته؟ دهانه پرگار رو به هر اندازه که دوست داریم هر چقدر که خواستیم باز میکنیم، میذاریم سوزنش رو روی O و دایره یا کمانمون رو رسم میکنیم به طوری که این دو ضرب رو قطع کنه. یعنی الان کمان من که زدم دایرم به این شکل شد. این دو نقطه رو مشخص میکنم، یکیشو مثلا گذاشتم A، یکیشو گذاشتم B. حالا میتونید این رو با خطکش فاصله A B رو با خطکش اندازه بگیریم. مثلا میتونید اندازهش بگیریم، خطکش بزنید اینجا میبینید چقدر، مثلا میخواید B رو میبینید اینقدر. خب میاد در اندازه A B. خب کامل نه، مثلا اگه A B اینقدر هستش نصفش یه ذره بیشتر. دهانه پرگار که باز میکنه، یعنی اگه اون نصفش مثلا یه ذره بیشتر از نصف باز میکنه این دفعه دهانه پرگار تو، میذاری یک بار رو نقطه آ و یک کمان به این شکل میزنی، داخل درون دایره کمان تو میزنی، میشه اینجا. دهانه پرگار تغییر نمیدی، میذاری روی B این دفعه و کمان میزنی. خب با همشو به این شکل میشه. این دوتا همدیگه رو توی یه نقطه قطع میکنم. من از حسابش باشم دربیم. میگه که حالا مطمئن باش که دربیم رو نیم ساز افتاده، یعنی اگر تو بیای دربیم رو به او وصل کنی و امتدادش بدی
این که کشیدین نیم سازه. یعنی چی نیم سازه؟ یعنی که این تیکه زاویه با این تیکه زاویه با هم برابر هستن که این نیم ساز شده. این میشه روش رسم نیم ساز. حالا ما اینجا توضیح دادیم که چرا مطمئن هستیم با این ترسیبی که انجام میدیم قطعا دلیل رو نیم سازه. از کجا معلوم اینه که کشیدیم نیم سازه؟ چراش رو اینجا گفتیم. گفتیم میان حالا از W به O وصل به A وصل می‌کنیم، از W به B وصل می‌کنیم که این دو تا مثلث رو تشکیل میدیم. مثلث A WO B O W، این دو تا مثلث. و همیشه این دو مثلث رو ثابت می‌کنیم. چرا دو مثلث همیشه شدن؟ این ضرب مشترک بود تو هر دو. این و این با هم برابر بودن. چرا این دو تا با هم برابر بودن؟ دقت کن. ببین این دو تا شعاع‌های یکسانن. همونی که دهانه پرورت یه بار گذاشت رو A زدی به یه اندازه، یا گذاشت رو B زدی، پس این دوتا تیکه با هم مساویان، چون دهانه پرورت تغییر نکرد. این دو شعاع‌های دوتا دایره با اندازه های یکسان هستن. پس A دبلی و B دبلی با هم برابرن. این از ذهن مشترک بود. حالا گفتم AO هم با BO هم برابر هستن. چرا برابرن؟ چون همون ابتدای کار اومدم دهانه پرگاه یه اندازه باز کردن، گوشم رو نقطه او کمان زدم طور که هر دو رو قطع کنه. یعنی اینو این هر دو، این دوتا هر دو شاهای این دایره اولیه هستن که شما زدی، پس ما هم برابر. سه زر از اون مثلث با سه زر از این مثلث برابر شد. به حالت سه زر این دو مثلث هم نهشت میشند، یعنی اجزای متناظرشون میگه که زاویه های دیگه شما با هم برابر میشه. پس زاویه O1 O2 هم از مثلث بالا و پایین با هم برابر میشه. یعنی این که این خط واقعا نیم ساز بوده که این دو تا زاویه با هم برابر شدن. پس شما درست رسم کردی. مطمئنا OW نیم ساز زاویه X O Y است. متوجه شدی مخشی جان؟ بچه حتما باید برای خودتون اینا رو رسم کنید، یعنی مثلا رو جزوه نگاه نکنید، خودتون کامل رسم کنید. من تا ساعت 12 میخواستم کلاس بذارم اگر هستی. من اصلا چون میدونم کلاس امروز دیر شد، ولی خب دیگه مشکلی هستش که پیش اومد. من تا 12 یعنی 7-8 دقیقه کلاس رو تموم میکنم. بسیار من از این صفحه بعدی بچه ها مثالی که بهتون گفته بسیار هم مهم هستش. حالا این مثال من کامل رسم شده، ولی من دوباره اینجا میخوام رسمش کنم. شکل دادم بهتون از این عکستون دادم. من این مثال کامل رسمش کنم و مهم هم هست. اگه درستیم دیگه ادامه نه میکنم دیگه تا آخر مثال فقط برسیم. خب ببینیم مثال چی میگه؟ مثال به شما میگه که دو تا خط متقاطع D1 و D2 هستن، مفروضن. خب نقطه بیابید که یعنی دو تا خط رو در طول دارید. این خط D1 مثلا، اینم خط D2. حالا زاویه‌هاشون رو فرق میکنه مهم نیست، چون گفته دو تا خط دلخواه دارید. یا براتون ممکن اصلا تو امتحان بکشنش. میگه که نقطه بیارید که از نقطه تقاطع این دو خط، یعنی نقطه تقاطعشون که اینجا باشند، نقاطی رو میخواد پیدا کنید که از این نقطه به فاصله 4 سانتی متر باشند و علاوه بر این که از این نقطه 4 سانتی متر هستند، از دو خط D1 و D2 هم فاصله هاشون یکسان باشند. بچه ها چه نقاطی هستند که از این نقطه به خصوص، حالا اسمشو او بذاری هرچی بذاری، به فاصله 4 سانتی متر. ما وقتی میخوایم نقاطی رو پیدا کنیم که از یک نقطه به فاصله یکسان هستن، فاصله دلخواه هستن، دهانه پرگار رو به اندازه اون باز کنیم. پس چون میگه من به فاصله 4 سانتی متر، شما یه دهانه پرگار رو به اندازه 4 واحد یا 4 سانتی متر که اینجا گفته باز میکنیم و سوزنش رو میذاری روی او. یک دایره کامل اینجا باید رسم کنیم که من دیدیم تو شکل براتون کشیدم. یعنی فرض کنم من به فاصله به اندازه 2، پس به اندازه 4 بچه، به اندازه 4
رو مرکز محل برخورد این دوتا یه دایره رسم کردم. همه نقاطی که روی محیط این دایره هستند از این مرکز به فاصله چقدر هستن؟ 4 سانتی متر همشون. یعنی همه اینا چون چهارش دیگه. پس تمام نقاط روی این شرط اول سوالو داره به فاصله 4 سانتی متر هستن. ولی همه رو نمیخوام. میگه من اونهایی رو میخوام که این نقاط رو روی این دایره به من بده که حالا از دو خط D1 و D2 هم فاصله شون یکسان باشه. هر چی میخواد باشه. ولی فاصله یکسان باشه. مثلا اگر تو گفتی این نقطه جوابه، آیا این نقطه هم از D1 هم از D2 به فاصله یکسان هست یا نه؟ چطور اونو پیدا کنم؟ چطور بچه؟ نیمساز. نیمساز اینجا به کار میاد. ببینید من اگه بیام نیمساز این زاویه رو بکشم، خب این نیمساز، نیمساز ببین، پس یه چند زاویه دارم من؟ یه زاویه اینجا دارم، دقت کنید، یه زاویه اینجا دارم، یه زاویه اینجا، یکم اینجا، 4 تا زاویه دارم. اگه بیام اینها رو نیمساز هاشو بکشم، اینم نیمساز این زاویه، این هم نیم ساز این زاویه، این هم نیم ساز این زاویه. نقاطی که روی این نیم ساز ها قرار دارن از دو ضلع این زاویه یکسان فاصله شون. یعنی هر نقطه رو نیم ساز پیدا کنی عمود کنی برای یکسانه. اما همه نقاط رو نیم ساز رو نمیخوام، اونایی رو میخوام که رو محیط دایره افتادن. یعنی جایی که نیم ساز محیط دایره رو قطع کرده میشه جواب شما این 4 تا نقطه که اونجا نامگذاریشون کردم A B C D. چرا؟ چون این نقطه مثلا اگه بگیریم، یا مثلا اگه این نقطه A رو در نظر بگیریم، آیا دو تا شرط سوال رو داره یا نه؟ نقطه A هم از این نقطه اوتو که محل برخورد این دو خط بود به فاصله 4 سانتی متر، هم این که چون روی نیم ساز این زاویه افتاده، ببینید این خط D2، این خط D1، می‌بینید فاصله‌اش از خط D1 و از خط D2 هم برابره. این دوتا با هم برابرن. اینو این. پس A این ویژگی رو داره. B همین ویژگی رو داره. چون هم روی اینه. از این 4ه. از این و این هم. چون رو نیمسازشون قرار داره. یکسان فاصلش. این و این هم همینطور. این 4 نقطه ویژگی که این ترمونه شما میخواد داره. توضیحش هم کامل هست. نیازی بهش عکس هم نیست. اگر سوال ندارید من کلاس رو تموم میکنم. میتونید بریم. این مهم هستش بچه، اگه جایش متوجه نشدیم بپرسیم. در ابتدا فقط خط D1 و D2 بودند خط، یعنی از هر طرف هم امتداد داره، پاره خط نیستن که بسته باشند. اگر سوالی هست بپرسین، اگر نیست که کلاس رو تموم شد. منتظر. مرسی. محشان به سلامت باشم.